نخست سر خط خبرها. راه اندازی چندین پروژه به منظور جلوگیری از آلودگی محیط زیستی در هرات. در ولایت هرات بیشتر از 400 مگاوات برق آفتابی و برق بادیل خواهد داشتیم که در 5 حوزه اینا تأسیس میشه. اعتصاب کارمندان معارف هرات در پیوند به نحوه عمل کرده رئیس معارف. تمام پرسنل معارف امروز دست به اعتصاب کاری دادن و صبح اعتصاب داشتن. توقف یک دستگاه موتور بمب‌گذاری شده در فرا از سوی پلیس. ادامه سریال راهی دو استاد دانشگاه آمریکایی. تا هنوز تلاش برای راهی این دو استاد ادامه دارد. خبر دیگر این که بیل تورورک، یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری 2020 آمریکا، از رقابت‌های انتخاباتی کناره‌گیری کرد. کارزار ما همواره درباره نگاه روشن، سخن صادقانه و عمل قاطعانه بوده. بینندگان گرامی سلام، وقت شما بخیر. به خبرهای این ساعت از تلویزیون چکات خوش آمدید. شما همچنین می توانید به گونه زنده و مستقیم همین اکنون از طریق وبسایت ما بیننده خبرها باشید. فرماندهی پلیس هرات از بازداشت یک فرد به اتهام حمل غیرقانونی جنگ افزار توسط نیروهای امنیتی خبر داده است. عبدالاحد ولیزاده سخنگوی فرماندهی پلیس هرات در این خصوص گفته است این فرد ساکن ناحیه سوم شهر هرات است و نیروهای امنیتی او را در همین ناحیه بازداشت کردند. آقای ولیزاده در ادامه تاکید کرد از نزد این فرد یک دستگاه موتورسایکل نیز به دست نیروهای امنیتی افتاده است. مسئولان در اداره محیط زیست هرات از راه اندازی چندین پروژه به منظور جلوگیری از آلودگی محیط خبر دادند. آنان میگویند که قرار است بیشتر از 16 حلقه چاه تحقیقی در هرات به منظور جلوگیری از آلودگی آبهای زیرزمینی در این ولایت ایجاد شود. در ولایت هرات بیشتر از 400 مگاوات برق آفتابی و برق بادیل خواهد داشتیم که در 5 حوزه اینا تأسیس میشه و انشالله با آمدن چنین پروژه ها و با نهایی شدن این پروژه ها آلودگی زیست محیطی کاهش پیدا خواهد کرد. همچنین ما در ولایت هرات به منظور جلوگیری از آلودگی آبهای زیرزمینی و به منظور تحقیق بیشتر با همکاری اداره حوزه دریایی هریرود بیشتر از 16 حلقه چای تحقیقی ترتیب و تنظیم شده تا اینکه در قسمت افت آبهای زیرزمینی و همچنان در قسمت جلوگیری از آلودگی های آبهای زیرزمینی در ولایت هرات بتانیم از طریق این چاهای تحقیقی آمار و ارقام درست و منظم در دست داشته باشیم. کارمندان معارف هرات امروز دست به اعتراض دست جمعی زدند. آنان دلیل راه اندازی این اعتراض را تهدید و توهین از سوی رئیس این اداره عنوان می کنند. معترضین می گویند باید فردی در رأس این اداره باشد که توانایی داشته باشد. آنان خواهان برکناری رئیس معارف هستند. تمام پرسنل معارف امروز دست به اعتصاب کاری زدن و صبح اعتصاب داشتن، دقیقا به خاطر عمل کرده جناب آقای ازهد هست. البته بحث شخصی نیست که مورد یک مورد دو مورد باشه، مواردی هست که از روز که آقای ازهد آمدن موضوعات اداری متاسفانه اشراف نداشتن. فرماندهی پلیس فرا اعلام کرده است صبح امروز یک موتر بمب‌گذاری شده با 3 سرنشین که 2 نفر از آنان زن بودند را در دروازه ورودی این شهر متوقف کرده است. محب الله محب سخنگوی فرماندهی پلیس فرا در این خصوص گفته است در این موتر 20 کیلوگرم مواد انفجاری کارگذاری شده بود و مهاجمان می‌خواستند آن را در شهر منفجر کنند. آقای محب در ادامه افزود که این موتر از سوی پیکارجویان طالب برای انجام عملیات انتحاری آماده شده و از ولسوالی بکوا به سمت مرکز حرکت کرده بود.
تلاش برای رهایی دو استاد دانشگاه آمریکایی افغانستان در بدل رهایی زندانیان پیکارجویان طالب ادامه دارد. با این حال برخی رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان به هدف بحث در این مورد به کابل بازگشت است. اما این در حالی است که خلیلزاد تاکنون در این باره تبصره‌ای نکرده است. برخی رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که زلمه خلیلزاد برای بحث مبادله احتمالی زندانیان پیکارجویان طالب دوباره به کابل سفر کرده است. اما آقای خلیلزاد تاکنون در مورد گزارش‌ها پیرامون تلاش برای تبادل زندانیان چیزی نگفته است. همزمان با این تلاش‌ها برای آغاز دوباره مذاکرات صلح میان ایالات متحده و پیکارجویان طالب ادامه دارد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی گفته است که اگر تبادل زندانی ها زمینه تحقق صلح پایدار را در افغانستان رقم بزند، طبیعی است که قابل بحث و گفتگوست. با این حال پیکارجویان طالب و آمریکا برای دستیابی به توافق صلح 9 بار در دوحه قطر گفتگو کردند، اما دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده این گفتگوها را در ماه سپتامبر پس از آن لغو کرد که یک سرباز آمریکایی و 11 نفر دیگر در حمله پیکارجویان طالب در کابل کشته شدند. آقای ترامپ گفتگوهای صلح با این گروه را پس از آن لغو کرد. روزنامه واشنگتن پست به نقل از یک مقام ارشد پیکارجویان طالب که از او نام گرفته نشده اعلام کرده که بحث‌های غیررسمی درباره اعتمادسازی در پشت پرده ادامه داشته است. بر اساس گزارش‌ها پیکارجویان طالب در ازای رهایی دو استاد دانشگاه آمریکایی افغانستان خواستار رهایی چندین زندانی این گروه شدند، از جمله انس حقانی. با این حساب صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفته است که حکومت این کشور تصمیم رهایی انس حقانی را ندارد. رئیس جمهور محمد اشرف غنی در ماه جون امسال به مناسبت عید رمضان فرمان رهایی حدود 900 زندانی طالب را صادر کرد. اما با وصف این پیکارجویان طالب پیوسته درخواست‌های حکومت افغانستان به برقراری آتش بس به گفتگوی مستقیم با حکومت را رد کردند. ارگر ریاست جمهوری در واکنش به اظهارات اخیر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی پیرامون طرح صلح هفت ماده‌ای رئیس جمهور غنی آن را داوری ضعیف سیاسی عنوان کرد. آقای عبدالله روز گذشته ضمن آرزو خواندن این طرح نسبت به آن ابراز تردید کرده و گفت رئیس جمهور در خصوص این طرح هیچ مشورتی با سیاسیون داخل دولت و یا خارج از آن انجام نداده است. در این حال صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری در پاسخ به این اظهارات گفت رئیس جمهور غنی طرح صلح را به دیگران به صورت واضح توضیح می‌دهد و جهت اجرای شدن آن گام‌های عملی برمی‌دارد. نهاد حمایت کننده از رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی اعلام کرده است که در راستای مبارزه با فرهنگ معافیت از مجازات در برابر عاملان خشونت علیه خبرنگاران نیاز است تا عاملان خشونت در سطوح بالای حکومتی محاکمه شوند. بر اساس گزارش سالیانه کمیته حفاظت از خبرنگاران که امروز به مناسبت روز جهانی مبارزه با فرهنگ معافیت از مجازات در برابر عاملان خشونت علیه خبرنگاران منتشر شد، افغانستان از لحاظ عدم پیگیری رتبه ششم را دارد. نهاد نی در این اعلامیه نگاشته است اگر اراده‌ای برای حمایت از آزادی خبرنگاران وجود داشته باشد، باید در ابتدا عاملان خشونت علیه خبرنگاران که در سطوح مختلف حکومتی قرار دارند محاکمه شوند. جواد هجری سخنگوی والی تخار اعلام کرده است در پی انحراف یک دستگاه موتر از نوع 404 در ولسوالی کلفگان این ولایت 5 نفر جان خود را از دست دادند. وی در ادامه افزود در نتیجه این رویداد ترافیکی 15 نفر زخمی شدند که برای درمان به بیمارستان انتقال یافتند. سخنگوی والی تخار در تشریح این رویداد گفته است که این موتر از کابل به سمت بدخشان در حرکت بود که در مسیر راه از جاده منحرف شد. اعضای مجلس نمایندگان با انتقاد از عملکرد نیروهای امنیتی برای تامین امنیت مسیر شورای افغانستان با کنایه گفتند که وزرای امنیتی فقط بلدند لاف بزنند. نمایندگان برخی ولایات گفتند که پیکارجویان طالب کنترل شورای ها را در دست گرفت و از مسافران و رانندگان اخاذی می کنند.
با این وجود میر رحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان نیز با اشاره به اینکه وقتی نیروهای ارتش امنیت شهرها را در میدان وردک در نزدیکی کابل نمیتوانند تامین کنند، چگونه مردم افغانستان توقع داشته باشند که این نهاد امنیت شهرها در ولایت‌های دوردست کشور از جمله اروزگان، فاریاب و اروزگان را بگیرد؟ خلیل اسیر سخنگوی پلیس تخار گفته که در پی انفجار یک ماین کارگزاری شده در ولسوالی درقد تخار 9 دانش آموز یک مکتب ابتدایی کشته شدند و گفته وی در این رویداد یک دانش آموز دیگر نیز زخمی شده است. سخنگوی پلیس تخار افسوده این رویداد در روستای طاهری زمانی به وقوع پیوسته است که دانش آموزان به سوی مکتبی در این روستا در حرکت بودند. این رویداد در حالی به وقوع پیوست که نیروهای امنیتی از چندی به این سو عملیات نظامی را برای پاکسازی این ولسوالی از وجود پیکاردیان طالب به راه انداختند. وزارت دفاع افغانستان اعلام کرده است گزارش بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار مبنی بر افزایش تلفات نیروهای نظامی این کشور صحت ندارد. این وزارتخانه تاکید کرده است که در جریان یک سال گذشته نیروهای امنیتی از دفاع خارج شده و حالت تهاجمی به خود گرفتند، در حالی که در گزارش سیگار آمده 60% تلفات در نتیجه دفاع صورت گرفته است. روح الله احمدزی سخنگوی وزارت دفاع در گفتگویی اعلام کرد که در جریان سال جاری تلفات نیروهای نظامی به صورت چشمگیری کاهش یافته است. دومین دور مسابقات کراس کانتری بین 27 ورزشکار پسر و دختر به فاصله 14 کیلومتر در ولایت بامیان برگزار شد. در این مسابقات اشتراک کنندگان از ولایت‌های کابل و بامیان هستند و در این مسابقات 8 دختر و 19 پسر با هم رقابت کردند. این مسابقات به هدف ترویج ورزش بایسکل رانی، تشویق جوانان به ورزش و معرفی ساحات ورزشی بامیان راه اندازی شده بود. مقام‌های محلی سمنگان می‌گویند که در اثر سرازیر شدن سیلاب در این ولایت یک زن جان باخته و ده‌ها منزل مسکونی تخریب شدند. صدیق عزیزی سخنگوی والی سمنگان گفت که این سیلاب دیروز جمعه در شهر ایبک مرکز این ولایت سرازیر شده که تاکنون یک نفر در پی آن جان باخته است. آقای عزیزی افزود که در این سیلاب 80 منزل مسکونی تخریب شده و گروه نجات به شمول اداره مبارزه با حوادث طبیعی، انکشاف دهات و نهادهای امدادرسان برای رسیدگی به آسیب دیدگان به محل رسیدند. پس از میان برنامه کوتاه با ادامه خبرها در خدمت شما خواهیم بود. بتور ورک یکی از نامزدهای حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری 2020 آمریکا از رقابت‌های انتخاباتی کنارگیری کرد. گفته می‌شود که بتور ورک نتوانسته است اشتیاق هواداران خود در رقابت برای سنا را به کارزار انتخابات ریاست جمهوری منتقل کند. بتو اورورک که برای نامزدی حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا فعالیت می‌کرد، به کارزار خود پایان داده است. آقای اورورک گفته است کارزار ما همواره درباره نگاه روشن، سخن صادقانه و عمل قاطعانه بوده. به همین دلیل است که اعلام می‌کنم از این پس خدمت من به کشورم در قالب یک نامزد نخواهد بود.
بیت اورورک که 46 سال دارد نوامبر گذشته و در جریان انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا در ایالت تگزاس که پایگاه قوی و تاریخی جمهوری خواهان است برابر سناتور با سابقه تد کروز برای ورود به مجلس سنا رقابت کرد و با وجود شکست توانست در جذب آرا و یک پارچه کردن دموکرات‌های تگزاس بسیار موفق عمل کند. عمل کرده او با عنوان یک نامزد دموکرات در تگزاس طی چند دهه اخیر بی سابقه ارزیابی شد و به همین دلیل هم بسیار او را چهره مناسب برای ورود به انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 خواندند. برخی حتی او را یک اوبامای جدید معرفی کردند. به همین علت هم ورود او به کارزارهای مقدماتی انتخابات سال آینده تا حدود زیاد قابل پیش بینی بود. آقای اورورک از آن کرده است که کارزار انتخاباتیش بیش از این نمیتواند هزینه های حضور در این رقابت ها را تامین کند. او گفته است کنارگیری از رقابت ها در جهت تلاش برای اطاعت پیرامون یک نامزد به نفع حزب و در جهت منافع کشور است. در این حال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به کنارگیری این سیاستمدار واکنش نشان داد و آن را مورد استهزا قرار داد. ترامپ گفت: به تو همین اکنون از رقابت برای ریاست جمهوری کنار کشید، با آنکه گفته بود که برای همین کار متولد شده است. قرار است انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در نوامبر 2020 برگزار شود. قابل ذکر است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بارها حضور خود را در این انتخابات از مدت ها پیش اعلام کرده بود. شرکت بزرگ موتورسازی تویوتا در ژاپن شیشه پاک‌کن‌های با قابلیت پیش‌بینی وضعیت آب و هوا برای موتورها تولید کرده است. این شیشه پاک‌کن‌ها در هر لحظه وضعیت آب و هوا را گزارش می‌دهند. شرکت موتورسازی تویوتا در یک پروژه جدید از شیشه پاک‌کن متصل به اینترنت به منظور بررسی میزان بارندگی استفاده می‌کند تا اطلاعات دقیق‌تری از وضعیت آب و هوا در اختیار رانندگان قرار دهد. یکی از مزایای موتورهای متصل به اینترنت قابلیت دریافت هشدار درباره شرایط آب و هوایی خطرناک در جاده بوده که این شرکت قصد دارد با رصد شیشه پاک‌کن‌های موتور دقت چنین هشدارهایی را بیشتر کند. با آن هم گفته شده که در آغاز این روند شاید مشکلاتی وجود داشته باشد، اما به مرور زمان دقت این شیشه پاک‌کن‌ها بیشتر خواهد شد. قابل ذکر است که اطلاعات بارندگی ها در نخست توسط رادارها جمع‌آوری و سپس به شیشه پاک‌کن‌های مخصوص نصب شده در موتورها فرستاده می‌شوند. با توجه به همین موضوع شرکت تویوتا در منطقه از ژاپن وضعیت شیشه پاک‌کن‌ها در موتورهای متصل به اینترنت را از راه دور بررسی می‌کند. محققان امیدوارند با استفاده از این روش به درک بهتری از اطلاعات رادارها برسند و در نتیجه گزارش‌های لحظه به لحظه‌ای را برای رانندگان فراهم کنند تا جان آنها از وقایع غیر مترقبه در امان بماند. گفتنی است که آزمایش این سیستم ها از دیروز جمعه در شهرهای توکیو و اوزاکا در ژاپن آغاز شده است. وقتی انسان در تلاش نجات حیوانات می شود، به درستی معنای مدافعان حقوق حیوانات مشخص می شود. اعضای گروه نجات در کوههای آلپ توانستند 6 بز کوهی را که در کوههای ناحیه پیدمانت در شمال غربی ایتالیا گیر مانده بودند نجات دهند. این بزها در این کوهها به مدت 15 روز گیر مانده بودند تا اینکه این گروه آنان را یافته و نجات دادند. مرور دوباره بر سرخط خبرها. راه اندازی چندین پروژه به منظور جلوگیری از آلودگی محیط زیستی در هرات. در ولایت هرات بیشتر از 400 مگاوات برق آفتابی و برق بادیر خواهد داشتیم که در 5 حوزه اینا تأسیس میشه. اعتصاب کارمندان معارف هرات در پیوند به نحوه عمل کرده رئیس معارف. تمام پرسنل معارف امروز دست به اعتصاب کاری دادن و صبح اعتصاب داشتن. توقف یک دستگاه موتور بمب‌گذاری شده در فرا از سوی پلیس. ادامه سریال راهی 2 استاد دانشگاه آمریکایی، تا هنوز تلاش برای راهی این 2 استاد ادامه دارد. و خبر دیگر این که بیت اورورک، یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری 2020 آمریکا، از رقابت‌های انتخاباتی کناره‌گیری کرد.
کارزار ما همواره درباره نگاه روشن، سخن صادقانه و عمل قاطعانه بوده. بینندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت که تقدیم حضورتان شد. شما می توانید 7 روز هفته و 24 ساعت شبانه روز مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان و به خصوص مهمترین خبرهای حوزه جنوب غرب کشور را از طریق وبسایت تلویزیونی چکات دنبال کنید. در هر جای جهان که زندگی می کنید، بدون محدودیت زمانی و مکانی می توانید با مراجعه به وبسایت تلویزیون چکات بیننده برنامه های ما باشید. سپاسگزارم از همراهیتان. به خبرهای این ساعت وقتتان خوش. خداوند نگهدارتان.